سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به کانال دقت تیوی. امروز در نوار ما گپ میزنیم درباره بادگیرها. این خنک‌کنک یا به اصطلاح کاندیسیونرهای دوره قدیم است. آبونه شدن و لایک مودن رو فراموش نکنید. رفتیم. بادگیرها این اختراعات عجایب و ثمرناک دوره قدیم به حساب رفته برای خنک کردن خانه ها و انبارهای زیرزمینی استفاده می شود. بادگیرها چخیلی که از نامش معلوم است، این اختراع فارسی قدیم بوده، پرینسیپ کاریش چنین است. شمال سلقین با وسیله گذرگاه‌های منوره بادگیر با پایان حرکت کرده آنجا حرارت را پس می‌کند و گرمی که در پایان است آن با بالا می‌رود. همین طور بعضی از اتاق‌های زیرزمینی بادگیرها تا درجه سرد می‌شوند که حتی آب یخ می‌کند. یعنی اگر پرینسیپ کاری بادگیرها را عادی کرده گوییم، موافق قانون‌های فیزیکی خنکی همیشه با پایان حرکت می‌کند، گرمی باشد با بالا و بادگیرها با همین پرینسیپ ساخته شده‌اند. یعنی مولکول‌های هوای گرم نظر به هوای سرد سبکتر است و از همین سبب هوای گرم بالا می رود، هوای سرد باشد و پایان. وظیفه بادگیرها نگاه داشتن حرارت سرد یا معتدل برای حیات و نگهداری آب یا خوراکه در بیابان گرم است. مناره گذرگاهی بادگیرها باید بلند باشد و در اخیر مناره حتما از چهار طرف سوراخی های مخصوص گذرگاهی با پایان باشد، برای آنکه از چهار طرف بادها را به طرف پایان روان کنند. دوره عنیق پیدایش بادگیرها معلوم نیست، ولی تاریخ شناسان تاریخ بادگیرها را نکم از 2000 ساله می حسابند. چخیلی که می دانیم قسم زیادی منطقه های ایران از قدیم تا حاضر این بیابان های به نهایت گرم است که به آب و به سایه آنجا زیستن ناممکن است و ایرانیان قدیم همین چیز را بادگیرها را اختراع کردند و توانستند در بیابان دارای آب خنک و خانه های سلقین باشند. بعدن عرب ها نیز درباره بادگیرهای ایرانی فهمیده از آن استفاده کردند. امروز ها نیز بادگیرها نه تنها در ایران و عربستان بلکه در بسیار دولت‌های عربی و افریقایی، یعنی آن جایهایی که بیابان گرم است، استفاده می‌شوند. چون که در بعضی منطقه‌های بیابانی دوردست گرم کاندیسیونرها نمی‌توانند مثل بادگیرها ثمرناک باشند. و عموماً بادگیر نظر به کاندیسیونرها برتری‌ها دارد. یکم اینکه برق لازم نیست. مثلا در بعضی جایها برق نیست یا دسترسی به قوای برق محدود است یا عموماً ناممکن است. بادگیرها نمود ظاهری زیبا دارند و می‌توانند اینچنین مثل دیدبان استفاده برده شوند، چون که مناره های گذرگاهی اونها بلند است، 10-20 متر و زیادتر از آن. در بادگیرها نیز سیستم دستی تنظیم کننده حرارت را نصب و اداره کردن ممکن است، مثل کاندیسیونرهای امروزه. اینچنین سیستم فیلتراسیا برای ندرآمدن خاک و قوم در وقت خاک بریش ها. بادگیرها نه تنها فونکسیای کاندیسیونر یعنی سلقین کردن هوای اتاق، بلکه فونکسیای ونتیلیاسیا رو نیز دارد. یعنی بادگیرها این عوض کننده یخدانها، کاندیسیونرها و ونتیلیاسیاهای امروزه هستند. اما دو نورسایی دارند. یکمش این که اساسا از وزش باد یعنی شمال وابستگی دارند و دوم حجم کلون و ساخت معین یعنی منوره گذرگاهی بلند دراز دارند و نه در همه بناها آن را ساختن ممکن است. ولی در عموم بادگیر این بسیار اختراع به همتا برای مردمی است که در منطقه های گرم زندگی میکنند. زیاده از 2000 سال پیش این رو استفاده می بردند و حتی در عصر 21 نیست در وقت ما نیست امروز ها این چیز ثمرناک است. مثلا در وقت ساختن انبارها و بناهای کلان با جاری کردن این سیستم می توان قوای برق رو صرفه کرد، چون که این سیستم با برق نیاز ندارد. اگر در بین شما بینندگان عزیز کسی نیت ساختن انبار یعنی سکلاد یا دیگر نمود بناها باشد، توصیه می دهم که از این سیستم استفاده برد. به نهایت برد خواهد کرد، چون که نه پول برای خریدن کاندیسیونر خرج میکند و نه برای قوای برق برای اون. با همین نوار با آخر میرسد. تشکر برای دقتتان. به کانال آبونه شوید، لایک مونید، نوار را با دوستان تقسیم کنید. خیر در پناه خدا باشید.